یک فتاوی است تقریبا 6 جلد است. اونجا نوشته کرده که الله رب العالمین یک گروه و یک طایفه ملائکه را پیدا کرده که اونها چی وظیفه دارن، چی گفتنی دارن. اونها همیشه میگویند که پاکی از خدایی را که مردها را بر ریش زینت داده. فقط وظیفهش اینه میسته اینالی تو که زینت از روی تراش کردی، برای تو چی میگفته باشه؟ گردن تو میگه بزدن است. تو که ریش نیمه کردی، از قبضه کم کردی، از قبضه کم کردی، تو را میگه باید فقط گلونت به کارت کن نگه بوریده شبه، چرا که 24 ساعت با عنوان امت محمد رسول الله دشمنی با محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دار. اگر یک گپم خلاف حقیقت و دروغ است، شما را با آن خدای قسم است که پیدا کرده همه کائنات را، شما مرا بنویسید پیام نکنید. اگر دروغ میگم، ناروا میگم، خلاف حقیقت میگم، خلاف دین میگم، برای شما اجازه است که مرا شما دستیش پایان بده. بالکل براتون اجازه است. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم من يطيع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوار هستیم در هر جایی که هستید صحتمند و کامیاب و سرفراز و سربلند باشید. باز هم خوشحال هستیم که در خدمت شما در یکی از برنامه های جدیدی دیگری قرار داریم. بحث امروزی ما و یا درس امروزی ما در ارتباط به حکم ریش از دیدگاه اسلام عزیز هست و یا حکم تراشیدن ریش از دیدگاه اسلام هست. گرچه که ما در دهت برنامه های زیادی در این مورد صحبت کردیم، اما چون یک ویدیوی در یکی دروز سر و صدای جنگجاری رو برای انداخت در صفحات مجازی و در رسانه ها، خواستیم که واضح تر این قضیه رو مشخص تر بسازیم در این مورد. بدون شک ریش سنتی از جمله سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. در مورد سنت بودن ریش جمهور علما و اکثریت علما بر این نظر هستند و ای باور هستند که ریش از جمله سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. و در شرایط کنونی اگر کسی حقیقتا و این سنت عمل بکند، اجر و مزد و پاداش بی‌نهایت زیادی را از خداوند جل جلاله اخذ می‌کند، چون شرایطی است که ما در شرایطی پر از فتنه و شر قرار داریم. امروز ما در شرایطی قرار داریم که اگر کسی با سنت عمل بکند، توهین می شود، تحقیر می شود، تهدید می شود، مورد مسخره و تهمت قرار می گیرد از طرف بسیار از افراد دین ستیز. به او لحاظ اگر در شرایطی کنونی کسی با سنت های پیامبر صلی الله علیه وسلم عمل بکند، خیلی اجر و مزد و پاداشش زیاد هست. و مسئله دیگر نگفته نماند که تنها ریش سنت پیامبر نیست. سنت های پیامبر صلی الله علیه وسلم بیشمار هستند. مثلا از جمله اخلاق، برخورد خوب، روش خوب، نظافت، طهارت، پاکی، مسواک، گذاشتن ریش و بقیه مواردی که در سنن مطهر پیامبر صلی الله علیه وسلم ذکر شد. اما علمای عزیز در مورد سنت بودن ریش اختلاف ندارن، اما در مورد مقدار ریش اختلاف نظر هست که چی اندازه از ریش باید گذاشته شود. مسئله که اختلافی هست به مسائل اتفاقی، در دو مورد اتفاقی هستن، در یک مورد اختلافی هست. موردی که اتفاقی است، اکثریت به جمهور علما بر این نظر هستن که ریش سنت هست، مطلقی گذاشتن ریش. و همچنین اتفاق علمای امت اسلامی است که حلق ریش یا تراشیدن ریش حرام است، گناه است، از جمله گناهان محسوب میشه و ترک سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم میشه. اما مسئله اختلافی در اینجا هست
که چی اندازه از ریش گذاشتن رعایت سنت می شود، به چی اندازه مسئولیتی انسان ادا می شود. وقتی در احادیث مراجعه کنید، در اونجا می بینید که پیامبر صلی الله علیه وسلم در احادیث متعددی در این مورد به ما امر کرد. در احادیثی داریم که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن قص الشوارب و عف اللحا خالف المشرکین، سبیل هایتان را کوتاه کنید یا به اصطلاح دیگر بروتایتان را کوتاه کنید و ریشتان را بگذارید و مشرکین مخالفت بکنید. و این قضیه در روایت دیگری آمده که از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده که جز و شوارب و ارخ اللحا خالف المجوس، باز ریش هایتان را بگذارید و سبیل هایتان را کوتاه کنید به مخالفت از مجوسی ها. و الفاظی آمده و عفو و ارخو قص الشوارب و عفو اللحا با الفاظ مختلفی در حدیث وارد شده و علمای عزیز ما در مورد گذاشتن ریش هم با چند نظریه هستن. یک عده از علما میگن گذاشتن ریش واجب هست، نظریه اونها و استدلال اونها از بعض آیات قرآن و احادیث است. اونها میگن احادیثی که در مورد ریش آمده دلیلی بر وجوب میکند، یعنی در این حدیث امر است و امر دلیل بر وجوب میکند، دلالت بر وجوب دارد. و از آیات قرآن استدلال میکنن کسانی که میگن گذاشتن ریش واجب است. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که پیامبر برای شما آورده او را محکم بگیرید و از آنچه که شما را نهی کرده از او دور شوید. از جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش ریش داشت. یا من یطیع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت بکند گویا از پروردگار اطاعت کرده. و همچنان احادیثی که در ایباب آمده قص الشوارب وفر اللحا خالف المشرکین و یا جز الشوارب ورخ اللحا خالف المجوس، میگن این لفظ احادیث دلالت ور وجوب میکند چون امر است در احادیث. این نظریه علمایی است که میگن گذاشتن ریش واجب است. و عده دیگری از علما قائل بر این هستند که گذاشتن ریش واجب نیست، سنت هست، از جمله سنت های پیامبر صلی الله علیه وسلم هست. و نظر اونها است که همیشه امر دلالت بر وجوب نمی کند. ما در احادیث دیگری هم داریم که در اونجا امر است اما این امر دلالت بر وجوب نمی کند. مثلا زمانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم هجرت کرد، مکه را فتح کردند، وارد مکه مکرمه شدند، در اونجا که این فتح مکه بعد از هجرت به مدینه صورت گرفت و پدر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی که آوردن پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم، سر و ریش و ابرویش کاملا سفید بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور دادن، یعنی امر کردن که این باید تغییر میدادین با حنا، یعنی تغییر میدادین از این حالت سفیدیش. در اونجا هم در احادیث وقتی نگاه بکنید امر است، ولیکن او امر دلالت بر وجوب نمی کند. حتی او رو علما بر از باب استحباب میگیرن، یعنی میگن از جمله مستحبات است. حالا کسی میخواه ریشش حنا بکنه، کسی میخواه نکنه، کسی میخواه ریشش تغییر بده با حنا، کسی میخواه نده، در حالی که در اونجا هم امر است. این دلایل کسانی است که میگن ریش سنت است نه واجب. و ایده دیگری هم از دانشمندان داریم که مثلا مثل ابو زهره یا کسان دیگری، قاضی عیاض یا افراد دیگری که اونها میگن مستحب است. به هر حال گذاشتن ریش به قول اکثریت علما از جمله سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. و اما مسئله بعدی که چی اندازه از ریش گذاشته شود، این هم یک مسئله اختلافی هست. بر حلق و یا تراشیدن ریش اتفاق علما هست، یعنی حرمت است، گناه است، نباید تراشیده شود ریش. اما ای که در گذاشتن مقدار ریش چی اختلافات است و چی نظریات است، بین علما اختلاف نظر هست. احناف بر این نظری هستند که گذاشتن ریش اندازه یک قبضه سنت است، یعنی و این اندازه انسان بگیره هرچی اضافه شد از او را قیچی بکنه، یعنی اندازه یک قبضه سنت هست. این نظر یک دسته از علما هست. نظریه علمای دیگری هم هستند که اونها میگن کمتر از یک قبضه هم ادا میشه مسئولیت در برابر او چیزی که برش ریش اطلاق میشه. علمای دیگری هم به این نظر هستند. علمایی که میگن اندازه یک قبضه، دلیلشان حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنه یا اعمال ابن عمر رضی الله تعالی عنه است. عبدالله ابن عمر وقتی که حج کرد از سر ریشش
اندازه قبضه را گرفت و بعدش ازش کوتاه کرد. اینها میگن که عبدالله ابن عمر از جمله اصحاب بسیار مشهور است، از جمله کسانی است که با متابعت از پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار شهرت کاملی داره. به هر حال عبدالله ابن عمر وقتی عمل را انجام داده، ممکن پیامبر صلی الله علیه و سلم هم با همین صورتی قضیه را انجام داده. به هر حال میگن گذاشتن ریش اندازه یک قبضه سنت هست. ولی نظر دیگری از علما هستند که اونا هم میگن کمتر از یک قبضه هم میتواند برش اطلاق ریش بشود. حتی خب به هر حال بگذارید ریشتان را، نظر بهتر و اعتدال و میان روی همی هست، از تراشیدن اجتناب بکنید از حلق ریش، چون گناه هست، اتفاق علمای امت هست، کسی نیست که در این مورد به اصطلاح اختلاف نظر داشته باشد و جواز بر حلق ریش بدهد، چنین عالمی نداریم. بگذارید ریشتان را، ولو اگر به اندازه یک قبضه میگذارید که کار بسیار احسن است، اگر از قبضه کمتر هم میگذارید ریش را بگذارید، ولو اگر حتی این قدر هم میگذارید بگذارید، چیزی که برش اطلاق ریش میشود. اما نقد بر نظر جناب مولانا، کسی که فکر کنم از ولایت تأخار باشند، در این روزا در صفحات مجازی یک جنجال را بر انگیختن برای کسانی که از صفحات مجازی استفاده میکنن. ما حق نداریم با ترک سنت حکمی قتل کسی صادر بکنیم، ما حق نداریم با ترک مستحب یا سنت حکمی قتل کسی صادر بکنیم. جناب مولانا فکر کنم این فتوا به این برخورد دور از سیرت و اخلاق و روش پیامبر صلی الله علیه وسلم هست. امروز در دنیا ممکن اکثریت مسلمان ها کسانی که به نام مسلمان هم مؤمن هستن، اونها ریششان را میتراشن یا کم میکنن. شما جناب عالی که فرمودید کسانی که ریش خود را حلق میکنن یا ریش خود را کم میکنن باید با کارد کن ذبح شوند، کاملا ای گپتان به این فتوایتان از نظر اسلام مردود است. از نظر اسلام عزیز از چنین اظهار نظرها مبرا و بیزار هست. وقتی در طولی مدت 23 سال حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم را بروید و رسی بکنید، جای ثابت نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم با مردم چنین رفتار کرده باشد، چنین برخورد زشت کرده باشد. عجیب است. و شما کسایی که خود را به نام عالم میدانیم، به نام به اصطلاح امام میدانیم، به نام رهبر مردم میدانیم، با چنین فتواهای تنفر انگیز در بین امت اسلامی، ممکن فردا جاهلان باشد که با این فتوایی مثل فتوای تو ملای نادان اگر بگم برود عمل بکند، یک رشته راشیده را در یک جای بگیر بکند، گردنش را بزند، فردا در میدان محشر جواب ایزی خون ناحق را باید خودت بدی. در 23 سال نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم جای ثابت نیست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کسی با ترک سنت شلاق زده باشد یا زندانی کرده باشد یا برش القاب زشت استفاده کرده باشد. تو چه کسی هستی که تو بیای 1,800,000,000 مسلمان رو در دنیا توهین بکنی و بعد به اینها فتوا صادر بکنی کسایی که ریش اینها کم است و ریش اینها به اصطلاح تراشیده است، اینها با کارد کن باید ذبح بشوند. امیدوار هستم این فتوایت پس بگیری و از ملت مسلمان معذرت بخواهی. چنین موقفی، چنین برخوردی در اسلام مخالف احساسات و انگیزه های اسلامی عزیز است. ممکن جوان مسلمان باشه که ریشش تراشیده باشه یا کم کرده باشه، اما در پهلوی او چندین سنت دیگر رعایت کرده باشه، در پهلوی او اخلاق نیکو داشته باشه، در پهلوی او از مسواک استفاده میکنه، ممکن خودی ریشت اینقدر باشه ولیکن خودت نسوار بکشی، من نمیگم 100% حتما این عمل را انجام میدی، یا رعایت نظافت را نکنی، او جوانی که ریشش تراشیده نظافت را رعایت بکنه، از مسواک استفاده بکنه، یا در پلوش اخلاق خوب داشته باشه، یا سنت های دیگری رو انجام بده که خودت انجام ندهی. تنها ریش سنت نیست، همه حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی بروید بررسی بکنید، از راه رفتنش، از غذا خوردنش، از نشست و برخاستش، از صحبت کردنش، از همه حرکات و سکنات پیامبر صلی الله علیه وسلم، اون چی که به ما دستور داده شده و آمده از جمله سنت های پیامبر صلی الله علیه وسلم هست. عجیب است که در این شرایط کنونی شما چسبیدید به سر یک قضیه‌ای که علما حتی در موردش اختلاف نظر دارن.
عده ای او را واجب میدانن، عده ای او را سنت میدانن، حتی عده ای او را بر مستحب میدانن، بر مستحب بودنش قائل هستن، و حتی عده ای او را از جمله گناهان کبیره نمیشمارن، کسانی که اگرش خود را کم میکنن. و شما با یک گناهی که در کبیره بودن و صغیره بودنش اختلاف نظر هست بین علما، و شما بیایید فتوای قتل میلیون ها جوان را صادر بکنید و بعد بگی که اینها کسانی که ریش خود را کم میکنن و یا ریش خود را میتراشن گردن اینها باید زده شود، این فتوا را از کدام کتاب دادی؟ این فتاوای شش جلدید کدام فتاوا هست؟ ممکن 50 جلد فتاوا هم باشه اما بی‌معنا و بی‌مفهوم. حداقل حرفی که میزنی باید مستند از آیات قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه. وقتی پیامبر که او دستور داده برگذاشتن ریش، در احادیث نگاه بکنید با چی الفاظ شیرین امت را تشویق کرده، سبیلهایتان را کوتاه بکنید، ریشتان را بگذارید، مخالفت بکنید با مجوس، با یهود یا با کسانی که اونها این عمل زشت را انجام میدن، ولی نگفته که اگر شما مرتکب چنین عملی شدید گردنتان باید زده شد. و این احادیث بیانگر این قضیه هست، ممکن افرادی بودن در حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم که ریششان را حلق کردن، که پیامبر حدیث را گفته. چون بیشتر احادیث و یا وحی قرآن بر قضایایی که صورت میگیره وارد شده، یعنی یک اتفاق افتاده، یک قضیه آمده و بعد آیات قرآن نازل شده یا پیامبر صلی الله علیه وسلم در اون مورد احادیث را بیان کردن برای امت. ولی او افرادی که در حیات پیامبر ریششان را کم کردن یا حلق کردن، پیامبر نگفته اینا رو ببرید با کارد کن سر ببرنید، سر اینها را بزنید که اینها ریششان کم کردن یا بستر را حلق کردن. بنابراین امیدوار هستیم که پیام ما به همه برسد و از فتواهای چنین افراد باید جلوگیری بشود. تعجب میکنم با این افراد که با ترک مستحب و ترک سنت شما فتوای قتل میلیون ها انسان را میدهید. آیا ارزش و جایگاه انسانیت را نمیدانید؟ آیا نمیدانید حیات یک انسان چقدر ارزش داره؟ نمیدانید که ریختاندن خون یک انسان در پیشگاه خداوند گناهش به مراتب بزرگتر هست از خراب کردن دنیا در پیش الله؟ گناهش به مراتب بزرگتر است از ویران کردن کعبه. به تو با او جوانان عزیز ما که یا به صورت دانسته یا نادانسته ریش خود کم کردن یا تراشیدن، به تو میگی گردن اینها باید زده شود و کار دکن اینها باید سرشان بریده شود. بنابراین این فتوا مخالف آموزهای اسلامی و ارزش‌های اسلامی هست و اسلام عزیز در این مورد چنین برنامه‌ای دارد. گفتیم حلق ریش به اتفاق علمای امت گناه هست، یعنی یک عمل حرام است، و در مورد گذاشتن ریش اختلاف بین علما هست. عده‌ای میگن یک قبضه باشه، عده‌ای میگن کمتر باشه. به هر حال جوانان عزیز، بگذارید ریشتان را، ولو اگر اندازه ای قدرم میگذارید بگذارید. امیدوار هستیم که از اجر محروم نشوید، از پاداش محروم نشوید و فردا در پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم ملامت نباشید. این بود برنامه امروزی ما خدمت شما عزیزان، و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. تراش کردن ریش گناه است، ناروا است، حرام است. رسول ما صلی الله علیه و سلم انگامی که دو نفر از امپراتوری فارس به نزدش آمد، پیغمبر روی خود از وی شکستاند و پیغمبر علیه السلام اوف اللحا، ریشتان را بگذارین، و امر برای وجوب است. بناهن ریش را بگذارین، خدا کنه که این قیقه کم باشه. دقیق شدین؟ تراش کردنش ناروا است. بعد از او باز کسی که با مستحبات عمل میکنه بگذاره که کلان باشه، یک قبضه باشه، از او کدام بیشترتر باشه، ولی تراش کردنش ناروا است، از این دوری بگیرید. تشکر.